دکتر قاسم بانکی پور نماینده مجلس ایران طی اظهاراتی درباره جمعیت و افزایش تعداد مجردها در کشور گفت برای غلبه بر بحران جوانی جمعیت فقط 6 سال زمان داریم. در وهله اول باید کاری کنیم که دختران و پسران دهه 60 با هم ازدواج کنند. وی افزود خطر سیاه‌چاله جمعیتی کشور ما را تهدید می‌کند. وقتی کشور پیر شود، نظام سلامت ما باید 5 برابر هزینه کند. این نماینده مجلس در ادامه اشاره‌ای به برخی آمار موجود درباره تعداد مجردهای موجود در کشور کرد و گفت تعداد 4,020,000 دهه 60 و دهه 50 مجرد در کشور داریم. نیمی از آنها دختر و نیمی پسر هستند. وی افزود اگر 2,000,000 نفر آنها با هم ازدواج کنند و صاحب 2 فرزند شوند، عدد قابل توجهی به جمعیت اضافه می شود. در همین راستا گفتگویی داشتم با حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد تقی زاکری، مشاور سازمانهای حقوقی شیعه از واشنگتن، و از ایشان پرسیدم مسئولان ایران چند سالی است درباره بحران جمعیت و مشکلات ازدواج صحبت می کند. دلایل ناشی از این وضعیت را چه می دانید؟ سلام علیکم. خیلی متشکر از اینکه چنین موضوعی را به بحث و بررسی گذاشتید. خداوند انشاءالله به شما خیر بده. واقعا شبکه هایی مانند شما، مانند شبکه امام حسین، حقیقتا بیانگر صدای اسلام هستن و بیانگر صدای جامعه هستن و قابل قدردانی هست. موضوع ازدواج یک موضوع بسیار پیچیده است که جوانب مختلفی داره و نمیشه فقط از یک زاویه به اون نگاه کرد. ازدواج یک دستور الهیه برای برقراری آرامش در جامعه. هر جوانی نیاز به همخوان دارد، نیاز به همفکر دارد، نیاز به همسر دارد تا تکامل پیدا بکند. هر زن و شوهر باید این دوره را بگذرانند تا پخته شوند. ازدواج یک دوره فکری و عملیه. زوجهای جوان خود را آماده می کنند برای اداره جامعه در برنامه ازدواج. یعنی زوجهای جوان با ازدواج و سپری کردن این دوره خود را آماده می کنند برای اداره جامعه و اصلاح جامعه اگر مشکلاتی داشته باشه. بزرگان و فرهیختگان باید جوانها را کمک بکنند تا در این دوره آموزشی به راحتی این دوره را سپری بکنند و مشکلاتشون را برطرف بکنند و در واقع این دوره را به خوبی سپری بکنند. مشکلات جوانها را باید حل کرد. فرهیختگان، حکومت، علما، بزرگان باید مشکلات جامعه را حل بکنند و جوانها مهمترین عامل اداره آینده هر کشوریه. در امور مالی باید جوانها را کمک کرد، باید زوجهای جوان را زیر بالشون را گرفت و باید اونها را مدارا کرد، باید با اونها هم فکری کرد. حکومتها مهمترین عامل اصلاح یا افساد جامعه هستند. اگر حکومتی بنا را بر این بگذاره که جامعه را اصلاح بکنه، باید از همین جوان شروع بکنه، از کودک شروع بکنه، از نوجوان شروع بکنه. شروع کردن از این دوره ها هست که میتونه آینده رو بسازه. و این جوانی که الان درسشو خونده به یک جایی رسیده از جهت تحصیل یا از جهت خبرویت کاری به یک جایی رسیده، این الان نیاز به ساپورت داره و باید کسی او رو ساپورت بکنه و هیچ کسی این توانایی رو غیر از حکومت ها هیچ کسی نداره. این توانایی رو
الان ما یکی از مشکلاتی که جوان ها دارن برای مسئله ازدواج، مسئله چشم و همچشمیه که بیشترین عامل به وجود آوردن این چشم و همچشمی ها دولت مردان هستن. این دولت مردان هستن که با ریخت و پاششون، با مجالس خیلی مفصل گرفتنشون، با هزینه های زیادی که خرج میکنن برای خودنمایی یا هر چیز دیگری، سبب میشن که چشم و همچشمی در جامعه زیاد بشه. تجمل همیشه از بزرگان جامعه شروع میشه. مثلا برای حل این معضل بانک ها باید قرض ازدواج را بدون سود بدن، بدون بهره بدن. حکومت ها برای زوج های جوان باید برق و گاز و آب و لوازم زندگی، تلفن و امثال اینها را مجانی بکنن. حداقل تا 5 سال اول ازدواج میشه، خیلی هم کنترلش راحته، یعنی بر اساس شناسنامه و امثال اینها کسانی که ازدواج میکنن اینها تا 5 سال چیز باشن، مجانی مصرف بکنن آب و برق و اینها را. بعد از این 5 سال میشه به تدریج این آب و برق و امثال اینها را از ارزان شروع بکنن و خلاصه کمکشون بکنن که اینها بتونن این سرمایه آینده کشور بتونه خودش رو بسازه، بتونه خودش رو کنترل بکنه، بتونه جامعه خودش رو بسازه و کنترل بکنه. اگر جوانی نتونه ازدواج بکنه، باید بیت المال به او کمک بکنه تا بتونه ازدواج بکنه. الان بیت المال ها تمام دست حکومت هاست، غیر از حکومت ها هیچ کس بیت المال نداره. رسول خدا و امیر مؤمنان علیهم السلام جوانها را کمک میکردن برای مسئله ازدواج. جوانی که خود ارضایی کرده بود، امیر مؤمنان از بیت المال وسیله ازدواجش رو براش فراهم کرد. ذخایر کشورها، تمام این ذخایر برای اداره مردم همون کشوره و جوانها سرمایه های امروز و فردای کشور هستند. اگر دولتی، حکومتی، ملتی، عالمی، فرهیختهی بخواد مشکل جوانها را حل بکنه، بیشترین جنبه که اینها توش گرفتارش میشن جنبه های اقتصادیه و باید برای اونها وسیله راحتی و آسایش برای اونها فراهم بشه. امیدوارم که انشاءالله خداوند به همه این توفیق رو بده تا انجام وظیفه بکنن انشاءالله. با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین زاکری که از واشنگتن با ما همراه بودند.